با سلام خسته نباشید دوست عزیز، من نجیب الله مهربان فرخاری، اولین سال روز شهادت جنرال رازق جنرال قلب ها را و تمامی کافه ملت و خصوص به خانواده ایشان تسلیت باد میگم. دوست عزیز، آلمان دو تا مهمانی دارند این برنامه، میخوام که خود هر یک معرفی بکنن و گفتنی هایی که دارن راجع به جناس رازق با خاطره های از او داشته باشن، کار کرده از او داشته باشن، نظرات از او میگیم. کریم جان میشه که خود ببینید دو عزیز بیشتر معرفی کنید و معرفی نمیخواد دیگه. من کریم هستم از ولسوالی تگاب، از افغانستان، یک شهروند افغانستان. جنرال رازق خوب آدم بود. خب من زیاد نمیشناختم، در فیسبوک ها دیده بودم، در یوتیوب ها میگن، مردم میگن خوب است، ما میگن خوب است. یا خدا رحمتش کنه. خوب باشه. من ولی حسینی هستم. سال روز جنرال رازق و تمام مردم افغانستان تسلیت باد میگم و من یک گفتنی دیگه دارم که از امیجه می ویدیوی ما آقا باد بعدها برسه به جای ما. خواستدار ازی هستیم که دولت باشه یا ارگان باشه با ما معلومات به تمام چی به تمام مردم افغانستان که واقعا روز در قندار چی گذشت، چه قسمی بساب جنرال رازق به شهادت رسید. دیگه ما میخواهش از این بزرگان داریم که اگر بتانن ممیره و ما با مردم افغانستان برملا بسازن که کیا بودن پشت این قضیه، کیا دست داشتن، حداقل ما بفهمیم که کیا هستن که می نفرای بساب نخبگان ما را از بین ما نوبت به نوبت گرفته میره. دیگه تشکر. خب میشه که من چند سوال داشته باشم. یک سوالی که شما گفتین که حکومت باید زیاد پیگیری بکنه این قضیه را و قاتل معلوم شد و مردم افغانستان بفهمه که دشمن کیست، دوست کیست. و خیلی از کسای دیگه در افغانستان ترور شدن، از قبیل محمد خان و هم از قندهار امین قماندان امنیه بود، مثلا کاظمی صاحب از قبیل مثلا داود داود از قبیل برادر خود جناب کرزی صاحب که اونم از طرف بادگارد خودش ترور شد. خیلی از کسا در افغانستان ترور شد. چرا جایگاه جنرال رازق یک جایگاه ویژه در نظر شما؟ خب یکی به نظر ما یکی جوان صادق بود و گفته یکی از جنرال های یک ما ویدیو رو دیده بودم، یعنی کسی بود که ما میتونیم سرزم اعتبار کنیم، یعنی کسی بود مورد اعتماد همگی بود. بگمی به نظر من اگر با این مردم خواست بود و دیگه ای که تو از قتلای دیگه هم یادآوری کردی، اما قتلای دیگه ما چی میفهمیم؟ ما مردم افغانستان چی میفهمیم که واقعا چه قسمی شهید کاظمی ترور شد از سر عامر مسعود تا آخرش همی جنرال رازق و قهرمان و امثال از اینا؟ خیلی های سرنگ ما نامشه بگیریم زیاد هستن. ما تا اون روز نه ما و نه تو و هیچ کس نمیفهمه که واقعا اون روز چی گذاشته اونجا، چه قسمی اینا ترور شده. اینجا یک چیز دیگه پیش میاد، چیزی که میدیا افغانستان مثلا میگن، ما یا به نظر تو میدیا در اینجا مسئولیت خدا چی رقم انجام داد؟ میدیا یک چیزی هست که با آدم جامعه آگاهی دیگه میدیا عرف که ما زده میتونه میدیا افغانستان رو پخش کرده نمیتونه. یا خوب میفهم اینا زیر چی دولت هست، چیزی که اونا رو دولت بگه و چیزی گفته نمیتونه. اول شرف من اونا فخش کردم تیر خوب میدونم اینا کل سانسوره. سانسور چی؟ افغانستان باز از جمله آزادی بیان افغانستان، آزادی بیان، آزادی بیان اگر می بود از امون روز جنرال رازق ترور شد، چرا بساب قضیه را حتی امون جندالای رتبه یک خود وزارت دفاع، یعنی چیزی که ناتو میگفتن یا چیزی که از بالا سرشان خارجی ها میگفتن، امور با خودشان میگفتن و با مطبوعات میدونن. نه رسانه ما روز داشتی و نه کدام وزیر، نه کدام بیادر جندال که بیادر از قضیه بازخواست کنم. خب وضعیت امنیتی اون چنانه که مردم میگفتن، مثلا شاید بعد از شهادت جنرال صاحب رازق در قندهار شاید تغییر بخوره و مردم خیلی نگران بودن. ما شبکه‌های اجتماعی از هر لحاظ
دنبال میکنیم و هستیم، درسته؟ چندان تغییر نیومده و امنیت عالم برقرار است. من فکر میکنم، یکی از اینکه امنیت یک چیز خوبتر است، یعنی قندار با والد گذشته خودم نیست تا چیزی که ما معلومات داریم، دیگه یک چیز خوبتر است. من فکر میکنم یکی که بیادر امی جندال صاحب رازق ای همیشه این پلان جنگی شد، امی آدم پلان جنگی جندال رازق بعض وقتا امی آدم آماده میکرد، یک کمتون در پولیس جندال رازق بود میفهمید. و دیگه ای که امی قوم بودن، امی کسایی که در گرد جندال رازق بودن، اینا تامیان اتفاق خدا حفظ کردن. به نظر ما یک امی یک کم امیت دارن و فعلا حساب آرام هستن. خود نظر سوال آخری میگیریم دوستای عزیز، بیان برنامه طولانی نشوه. سوال آخری که جناب رئیس جمهور گفته که او خودی امی اکادمی پلیس کابل، اکادمی پلیس عمومی را به نام جناب رازق میکنیم، شما به این موافقید؟ مخالفه نظرم خود موافقید جزگه پایتان، اما باز هم مثلا خیلی از کسان دیگه بودن مثلا که اونا هم شهید شدن، اما جناب رازق چی تو در هر مرایم؟ اگر نال بگویم که ام قاضی کورو در قندار کوزه حجم که از ما کده خوبتر، از ما کده خوبتر، البته گویم که خود رئیس جمهور ما خوبتر میفهمه کجا چی گذاشته. و امروز هم که یک پانتون و یک چارایی اینا یک چیزی است که با مردم نشان دادن، سیاست تا شما خودتان میفهمید واقعا در دوا نمیکنه دیگه. اربع کس یک عزیز خود عزیز تا دولت به خوب بوده معلوم دار است که خلایی که بسا از جندال صاحب رازق میمان یا خلای در جندال رازق ایره خود من فکر میکنم توی تاریخ هم مارستان از جندال رازق گذاشته چقدر مانده چای خود هم دست داریم و مثل مولانا های صد خیلی جندال داود. من یه سوال دارم از اندیوالتان و از همکارتان، شما جندال رازق رو میشناختین؟ از نزدیک ندیده بودم و شاید اگر بگوی خود 30 میلیون نفوس افغانستان رو نمیتونه که باید ببینه، اما من کارایش تعقیب داشتم در پای زندگیش تا در اندازه من معلومات داشتم. حالا تنها رسانه هایمش امروز دنیا پیشه فیسبوک هم که رسانه شده نمیتونه هر کرد خود میتونه که مردم افغانستان باشد. در رسانه هر شبکه فیسبوک خودش یک نمایندگی از یک آدم میکنه، شخصی برو میشناخت و سرداد زیاد. این سوال هم هست. خب باش، خب من برد گفتم کارایش تعقیب میکردم از طریق رسانه اجتماعی. تو بیشتر گفتی من رسانه های اجتماعی رو قبول ندارم. نال کارهای تو من بیاره به رسانه اجتماعی ما تصویر میدیم. تو من چیزا کجا گفتم من رسانه اجتماعی؟ ما اگر گپ ما سرازادی خواهی سرازادی بس نیست بس ما با پایین میرسه دوستای ما.